اکران فیلم کمدی اجتماعی دو روز دیرتر در نخستین روز از 42 جشنواره فیلم فجر قدری تنور این جشنواره را گرم‌تر کرد. این فیلم درباره زوجیه که قصد مهاجرت دارن، اما خانواده هاشون اونها رو تشویق به بچه دار شدن میکنن که اونها در این بین با مسائل و مشکلاتی مواجه میشن. جنس این کمدی اونجای جذاب تر میشه که در طول چند سال گذشته تبلیغات مثبتی که از سوی دولت در این زمینه مطرح شده بود به نوعی در این فیلم خودشون رو نشون میدن. توی جشنواره فیلم فجر و جشنواره انقلاب یه فیلمی رو میبینیم که به هیچ عنوان اصلا در شأن جشنواره نبود، یه فیلمی که شوخی‌های جنسی زیادی داشت و حالا بازخوردارم توی سالن میشد دید. این فیلم از نظر من نه جاش تو جشنواره بود نه توی اکران میتونه موفق بشه. یکی از دستاوردهای سازمان سینمایی طی این دو سال اخیر این بوده که ما یه سری فیلم ها رو دیگه روی پرده نمیدیدیم که آدم با خانواده اگر میره ببینه خجالت بکشه از صحبت ها، از دیالوگ ها، و فکر میکنم این فیلم همه این دو سال شست برد و یه سری دیالوگ هایی داشت که اصلا خجالت آور. دیالوگ های کف این اینستاگرامی که نمیدونم، بازی های بد، یعنی بدترین بازی که من آقای آیش دیده بودم فکر کنم توی این فیلم بود و بقیه بازیگرهایی که بودن نمیدونم مثلا جای تعجب داشت واسه من دیدن همچی فیلمی تو روز اول جشنواره. فیلم تمیزی بود و موضوع در آورده. البته خب میدونید تمام عناصری که تو فیلم بود همشون تکراری بوده، ناباروری، سخت جنین، ارث، میراث، اینا همشون جده بودن که ما تو فیلم ها و حتی سریال هم دیدیم. ما تا واقعا کارگردان با هنرمندانه کل این سوژه های تکراری رو با هم ترکیب کرده بود و تونست پیام جدید بده. حالا نگیم پیام، حداقل این انگیزه رو یک آن برای کسایی که تا حالا بچه دار نشدن یا نمیخوان بشن، این علقه رو ایجاد کرد بین پدر و فرزند، مادر و پدری که برای بچه کس به دنیا نیومده. این از این کار قشنگی بود. اون تو خب مثلا اینجاست که حالا بعضی از حواشی که تو فیلم بود، مثلا بحث نزول یا مسئله سخت جنین، اینا مواردی بود که من واقعا تبریک میگم، یعنی هنرمندانه بدون شعار، چون بعضی از فیلم‌ها در حوزه سخت جنین یا بچه دار شدن یا حتی نزول پول، همینا معمولا شعار و کلیشه ورود میکنن، ولی کارگردان هنرمندانه و تا حدودی فان در حالت طنز تونسته بود این پیامو بده. یه سری موارد حاشیه‌ای هم داشت ولی اصلا نتونستنی این حاشیه ها و این نواقص در واقع ضعف های فیلم نامه نتونسته بود که فیلمو خراب کنه. یعنی فیلم تمیز مون، فقط وسطش خود کسل کننده بود، یعنی پرده دوم فیلم یه مقداری بیش زیاد پرداخته بود که زود جبران کرد و فیلم خوب تموم شد. این به نظرم از جمله مواردی است که باید فیلمساز به این سمت برن. من واقعا یاد فیلم‌های دهه 80 افتادم که با همین فرم با همین قالب درست می‌شد و فراموش شده. که اگر خاطرتون باشه مثلا فیلم خجالت نکش بس بچه دار شدن و یه مقدار تونست جبران، اینم تقریبا تو همون فضا بود که تونسته بود تا حدودی انگیزه من دارم صراحتا میگم تونسته بود تا حدودی انگیزه بچه دار شدن رو برای پدر مادر ایجاد کنه. منطقه یه چیز داره که اونم اینه که بعضی از کلماتی که به کار برده میشد شاید مثلا برای حضور خانواده سخت باشه، ولی نه، اونم نمیشه گفت که فیلمو خراب کرده. نه، اول تونسته از همه عناصری که در حوزه بچه دار بودن، از حامله بودن، از سخت جنین، از همون کلمات حتی مثلا قایقات ناجور، تونسته که منظور خودشو برسونه. ما ضعف این فیلم کلماته. من دوست دارم فیلمو با خانواده‌ام ببینم، با پسرم ببینم. سخته من خانومم با این کلماتی کار برده بشه ببینم. خب البته برای بعضی خانواده ممکن راحت باشه که اونم بده، تنها نقطه ضعفش همین بود، فقط همین، و هیچ نقطه ضعف من توی فیلم ندیدم واقعا. البته حالا مثلا بعضی از تکنیکای فیلم ضعیف بود، ولی نه، اونم خیلی نمیتونه در اصل اون پیام اون فیلم تاثیر داشته باشه. من به نظر میرسه با کمی اصلاحات قابل پخشه، یعنی حتی اگر کلمات هم در یه جایی هم اصلاح بشه ضرری به ریتم فیلم نمیزنه، اینجوری من احساس میکنم.
به نظر میشه قابل پخش. حیف این فیلم پخش نشه، خیلی حیفه، خیلی حیفه. پایگردان فیلم تاکید کرد مشکلات و چالش هایی که در این زمینه مطرح میشه قابل دفاع هستند و حتی حاضره که فیلم رو برای مقامات و مسئولین کشوری هم نمایش بده.